انجیل مانی، پیامبر ایرانی، داستان آفرینش از زبان مانی با صدای سام سرابی. من مانیم، حواری عیسی مسیح، به خواست خدا پدر راستی، آن که من از اویم، آن که می زیود و جاوید می ماند، آن که پیش از همه چیز بوده و پس از همه چیز خواهد بود. نخست یک سرزمین روشنایی بود و یک سرزمین تاریکی. در سرزمین روشنایی پدر کلانی فرمان می راند که پدر روشنایی نیز نامیده می شد. در سرزمین تاریکی امیر تاریکی زندگی می کرد. سرزمین روشنایی از روشنی و شکوه می درخشید. در آنجا همه چیز با سامانی شاداب گل می داد و پیش می رفت. در هم ناسازی با آن، در سرزمین تاریکی همه چیز رو به سوی پایین می رفت. دود همه بالای این سرزمین را گرفته بود. روزی امیر تاریکی با رشک به سرزمین روشنایی نگریست و آهنگ از خود کردن آن را نواخت. سرزمین روشنایی در تنگنا ماند. پدر روشنایی برای پدافند مادر زندگی را از خود برون آخت و باز از مادر زندگی آدم آغازین برآمد. چنین شد که با پدر و مادر و پسر سگانگی آغازین خانواده خدایی پدیدار گشت. آدم آغازین خود را برای نبردی که در آن روان زنده را پوشیده بود آماده ساخت. روان زنده از پاره های روشنایی سرزمین روشنایی ساخته می شد. هماره آن پنج نخستینه نیک سرزمین روشنایی، یعنی هوا، آتش، باد، آب و روشنایی نیز همزمان و یکسان آفریده شدند. آدم آغازین این چنین آماده و برخوردار از زیر ساخت‌های زندگی به جنگ رفت. دیوهای سرزمین تاریکی آنچه را که مایه آمادگی وی شده بود، یعنی روان زنده را خوردند. آنان هم اکنون آمیخته ای از روشنایی و تاریکی اند. تنها آماج همه آنچه که از آن زمان تا کنون روی داده این بوده که روشنایی و تاریکی از هم جدا گردند و حتی این دو بنیاد همیشه از هم جدا بمانند. پس از آن دیگر تاخت سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی شدنی نخواهد بود. پیروزی بر تاریکی از آغاز روشن است، زیرا این دو بنیاد به هیچ روی هم ارزش نیستند. پیروزی بر تاریکی از آغاز روشن است. پدر روشنایی در آغاز می‌خواست آدم نخستین را رهایی دهد. روان زنده به آدم آغازین که در خوابی ژرف بود نزدیک شد و او را آواز داد. آدم نخستین بیدار گشت و باز دانست که کیست و از کجاست. به روان زنده پاسخ داد، سپس رهایی یافته به سرزمین روشنایی برگشت. این همان چیزی است که رهایی هر آدمی بر پایش انجام می‌پذیرد. گرچه آدمی در ناآگاهی که در اینجا با خواب نشان داده شده فرو رفته، می‌تواند با عرفان
به سرچشمه خود برگردد و رهایی یابد. اما روان زنده که مایه آمادگی آدم آغازین بود، پیوسته و همواره در گلاویزی با دیوهای تاریکی به سر خواهد برد. این مایه آمادگی را باید رهانید. از اینجاست که دیگر پیکره‌های سرزمین‌های روشنایی پدیدار می‌شوند و با دیوهای بدی در می‌افتند. این پیکار به درگیری روبرو می‌انجامد. پدر روشنایی که روشن است خود پیکار نمی کند، به شگردی دست می آزد. روشنایی و تاریکی باید همواره بیشتر و بیشتر با هم درآمیزند تا سرانجام روشنایی بر تاریکی ناآگاهمند پیروز گردد. روان زنده و مادر زندگی چند دیو سرزمین تاریکی را که از آمادگی آدم نخستین برخوردارند و از این رو پاره‌هایی از روشنایی را در خود دارند زیر دست خیش می‌سازند. خدایان سرزمین روشنایی کیهان را از پیکره همین دیوها می‌سازند. از نگاه من آفرینش برایند کار یک جهان آفرین بد نیست. بخش‌های ناب روشنایی گرد می‌آیند و خورشید و ماه می‌شوند. سومین فرستاده بر این کیهان پای می‌گذارد. فرستاده پدر روشنایی باید با کردار فرجامین آفرینش را تکمیل کند. این جای افسانه من است. همان نکته ایست که پشت دیگران را لرزاند. سومین فرستاده خود را بر چیرگران مرد همچون زنی زیبا و بر چیرگران زن همچون مردی زیبا به نمایش می‌گذارد. این کار ناکارگر نمی‌ماند. نطفه‌های دیوهای نر که با روشنایی درآمیخته‌اند و نیز جنین‌های سقط شده پر روشنایی مادینه بر زمین فرو می‌افتند و گیاهان جانوران و پیکرهای دیوها را می‌سازند. سازندگان این پیکرهای دیوی ساکلاس و نبرویل هستند. آنان آدم و حوا نخستین جفت آدمی را می سازند و پالایش پاره های روشنایی با ایشان و بر پایه خاست ساکلاس و نبرویل آهسته می گردد، چون آدم ها همیشه و همواره در برابر روان زنده گناه می کنند. اما پالایش پاره های روشنایی تازه در این هنگام شدنی می شود. پس آدمی همچون پدیده‌ای آمیخته می‌کوشد با روان خود که از سرزمین روشنایی است بر تاریکی ماده که تن اوست چیره گردد. من می‌گویم ما در میانه جهان جای داریم. آنچه باید برایش کوشید فرجام است. اگر سرزمین روشنایی از سوی باز با شکوه خود به درخشش درآید، دیگر سرزمین تاریکی در برابر آن هستی نخواهد داشت. آنچه خواهد بود کره زشتی هاست، آن بدی که گویوار گرد شده و دیگر زشتی نتواند کرد. آمیختگی گیتی که باید بر آن چیره شد آموزشی است که زندگی آدمی را آماجی روشن می‌بخشد. در این دین هر کس برای این پرستش که بدی چگونه به جهان را یافته پاسخی ساده دارد. کس در این کراخانه بزرگ پالایش پاره‌های روشنایی کاری روشن را بر دوش دارد و زندگی در جهان آفرینش برای هر کسی معنایی معنوی خواهد یافت.
انجیل مانی